اگر میخواین در ظرف کمتر از 3 هفته یک عالمه پیاز داشته باشین و بدون کدام مصرف، بدون کدام جنجال سبزی تولید کنین و نوشیجان کنین، این ویدیو رو دقیق ببینین، برای شما آموزش میدم. پیاز بکارین و پیازهایتون خیلی زود سبز کنه و بسیار زود به سبزی برسین، ویدیو رو دقیق ببینین تا اینکه تمام نکات ضروری را برای شما یاد بتونم. سلام عزیزای دل، یکی از روش های خیلی ساده ای را امروز میخوایم برای شما تشریح کنم و از 0 تا 100 با هم کار کنیم که پیاز هست. یگانه سبزی به وجود می آید از طریق پیاز که خیلی سریع به حاصل می آید و در ظرف 10 الی 15 روز شما میتونین از این سبزی به وجود بیارین. چقدر راحت هست که شما، مثلا بعضی از اشخاص هست که با خوردن این پیاز حساسیت داره، نمیتونه که ایره در داخل مثلا امرای مواد غذایی خود بخوره و نوشجان کنه. شما ایره میتونین که به سبزی تبدیل کنین. این واقعا سبزی نیست، فعلا رنگش سرخ است و یک رنگ دیگه داره. به عنوان سبزیجات واقعا خیلی سخت است که پیاز رو مستقیم استفاده کنین و ایره شما میتونین که بکارین در زمین. برگ، این انرژی که وجود داره در برگ تبدیل میشه و رو شما چندین بار میتونین قطع کنین و از او استفاده کنین. خب برای شروع کار ما ایرا اقدام میکنیم، مثلا به همین مقدار فاصله ای که ما اینجا در نظر گرفتیم به همین فاصله ایرا میشانیم. فقط تنها کاری که میکنیم، زمین آماده هست، خاک آماده هست و فقط خاک را باز میکنیم و پیاز ها را به همون مقدار نوکش، زیاد نه، به مقدار خیلی کم از نوکش میزنیم. چرا ما ایرا قطع میکنیم یا اکثرا شما چرا میبینیم که این نوک پیاز قطع میشه؟ اگر همین رقم بمانیم خب راحت تر است. به خاطر از این قطع میکنیم که این برش یک شوک وارد میشه. وقتی شوک وارد شوه خودش حرکت میکنه به رشد کردن و ریشه ها هم حرکت میکنه به ریشه زدن و تولید ریشه جدید. از اون لحاظ هست که باید یک مقدار نوکش قطع کنیم و در وقت شاندن هم خب شما فقط به همین مقدار به اندازه سطح زمین ایرا جور میکنین و بعدش خاک را سرش میندازی. خاک زیاد ذره نیست، به اندازه 1 سانتی سرش، به اندازه 1 سانتی سرش پوشیده شوه کفایت میکنه به این مقدار که ای بتونه دوباره رشد کنه. همه ای پیازا به همین حالت زیر خاک میکنیم، بعدش میریم به مرحله بعدی که آبیاری هست. خب آبیاری هست که آبیاریش هم خیلی راحت است، زیاد جنجال نداره. فقط در وسط قطارهاش آب میندازیم تا اینکه منظم آب بخوره و زیاد به اصطلاح سرگیل هم نشوه که آب رویش زیاد محکم بگیره. فقط به میوسط وقتی که آب میندازیم دو طرف پخش میشه. دمی یک ساحگک برش جور میکنی و مرقم آب میخوره و مرقم جذب میشه. خب بعد از او باز سبز میشه. بعد از 21 روز شما میبینین که پیازهای شما رشد میکنه. در این دوستان خوبم، ما هیچ کودی استفاده نکردیم و هیچ موادی مصرف نکردیم، فقط خاک که در اول بودن و همچنان آب دادیم. آب هم منظم برش آب دادیم و کود دادیم و حالا هم سبزی آمده بالا، میتونین راحت از استفاده کنین و همون رقم دیگهش میبراید. نمونهش مثلا ما دو روز قبل ما ایره کاملا از بیخ قطع کرده بودیم و این دوباره سبز کرده و آماده بالا، چند مدت بعد دوباره آماده استفاده کردن میشه. حالا شما کاملا به می راحتی میتونین که سبزی را برداشت کنین. خب اینا را اگر میبخیم که برداشت کنیم، مثلا خیلی جنجال نداره، به می راحتی قطع میکنیم تا اینکه اونایی که جدید هست از پایین از نو جوانه زده و برای بعد از او میشه که شما از کود استفاده کنین یا هر چیزی که برای تقویت داشتین میتونین برای تقویت از اونا استفاده کنین تا اینکه رشد کنه. خب اینا که رشدی به اندازه کافی نکرده میمونیم که باشه، یعنی دیگاهش که رشد کرده هر قدر که نرم و نازک و سبز باشه شما میتونین که از اینا استفاده کنین. به همین راحتی شما یک عالمه پیاز میتونین که خیلی راحت میتونین مثلا ببینین چقدر سبزی خوب هست و خیلی هم نرم و نازک، در هر گوشه ازی میتونین شما استفاده کنین و خیلی هم عالی نتیجه بگیرین.
خب در اینجا که من بر شما نشان دادم سبزی پیاز را ما چیندیم، حالا یک مقدار دیگه هم مثلا از سبزی دیگه که در اینجا ما داریم از اینا هم میچینیم و سبزیجات خود را میکس میکنیم. ایرم مثلا وقتی که بخوایم بگیریم به شکلی کاملا پیاز واری نباید درو شود، اما برگ هایی که بزرگ هست باید قطع بکنیم و برگ هایی که خورد هست میشه که باشه و رشد دوباره کنه. البته دوستای عزیز یه مولی هست که ما را به نام مولی سرخک یا تروبچه داده بودن که هست، ولی اینا مولی سرخک نیست، از او مولی های دراز دراز سفید سفیدی هست که خیلی رشد بزرگ میکنه و ما تصمیم داریم که بیشتر از برگ های اینا استفاده کنیم پیش از اینکه برگ هایشان خراب شوه. ما اینا را استفاده میکنیم به قصد ریشه، تصمیم نداریم که از اینا استفاده کنیم تا اینکه او ریشه یا او غدش کلان شوه و از او استفاده کنیم دیگه. از اون لحاظ ما همه رقم اینا را قطع میکنیم تا اینکه از سبزی اینها به صورت مستقیم استفاده کنیم تا اینکه برگ های جدید برای و از اونها هم استفاده کنیم. خیلی راحت هست دوستای خوب من، به همین راحتی شما ببینین که ما روز قبل هم از اینا چیده بودیم. این طرف را ببینین، برگ ها برآمده و در حالت بزرگ شدن و کلان شدن است. یعنی ما دقیقا دیروز و پریروز اینا را قطع کردیم و برگ های جدید برآمده و کاملا در حالت رشد هست که ما از برگ های اینا میتونیم استفاده کنیم. بسیار یک طعم خوب داره وقتی که شما سبزی ها را مثلا انواع مختلف را با هم جمع میکنین، خیلی عالی و خوشمزه میشه. حظای دل بعد از چند مدت شما میتونین که مثلا سبزی پیاز و همچنان برگ سبزی هایی که قرار بود ما ای را از ریشهش تولید کنیم، ولی این مولی سرخک نبرآمد. ما میخواستیم مولی سرخ یا تروبچه برای که ما بتونیم از ریشش استفاده کنیم، ولی ای از او بزرگ بزرگ هاست که ریشش به رنگ سفید از بسیار بزرگ میشه و ما تصمیم گرفتیم از برگای از استفاده کنیم و امور رقم برش کد بیتیم برگایش تولید شده بره و از نیا استفاده کنیم. خب نتیجه ای کار ای هست، درست است که رویش کاشت آموزش پیاز بود، ولی در نتیجه ما بر شما میگم که شما وقتی که در خانه تان باغبانی و باغداری خیلی کوچک داشته باشین، میتونین به همین راحتی شما کاملا سبزی ارگانیک و طبیعی را تولید کنین و خودتان در خانه تان بچینین و نوشیجان کنین. حالا دو سه نفر میتونه از این راحت استفاده کنه و برای یک خانه کاملا کفایت میکنه. فقط شما یک مقدار زحمت کار داره تا اینکه اقدام کنین و سبزی بسیار عالی به شکل ما کاملا ارگانیک از موادهای اضافی آشپزخانه تان میتونین کد جور کنین برشان بیتین، یک مقدار خاک در داخل مثلا جعبه باشه یا به هر صورت در بالکنی خانه تان میتونین سبزی تولید کنین که من قبلا هم بر شما قول داده بودم که از بالکنی خانه بر شما سبزی تولید میکنم و ایره میبینیم با هم که این اولین نتیجه هست که ما از کار خود گرفتیم در بالای بام خانه، که وقتی ما نتیجه گرفتیم، وقتی کم نتیجه گرفته میشه با پیمانه زیاد که کش شود زیاد نتیجه گرفته میشه. به همین راحتی میتونیم که بالای بام خانه را پر از سبزی بکنیم و از یا استفاده کنیم. خب دوستای عزیز، امیدواریم که ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه و بتونین سبزی را خودتان در خانه تولید کنین و ما دیگه از بیرون سبزی نمیخریم، به اندازه کافی برای خانه تانستیم که از بالای خانه تولید کنیم. یعنی گفته میتونیم که هر روز ما با همین اندازه میتونیم سبزی بچینیم و استفاده کنیم. پس دیگه نیاز نیست تمام ویتامین ها و مینرال هایی که داره ما از طریق ارگانیک و طبیعی میتونیم مهیا کنیم کاملا صحتمند و خوب. و حالا هم شما ویدیو را لایک کنین تا اینکه ویدیوها با دوستای دیگر هم شریک ساخته شود و به خاطر اینکه که خودتان ویدیوهای آموزشی بیشتر را ببینید حتما کانال را سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید جا نمانید. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.